قاسم پرسیده که ماهیت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت چیه آقای دکتر؟ حافظه کوتاه مدت در واقع working memory هست. قبلا بهش میگفتن کوتاه مدت ولی حالا اسمش رو عوض کردن، بهش میگن working memory یا حافظه کار. حافظه کار اون نمایانگران برجسته شده محرکاتی هستش که در هر زمان خاصی مغز لازم دانسته، انتخابشون کرده و در سطح در بخش پشتی جانبی قشر جلو پیشانی اینا رو نظم نحوی داده، نظم زمانی داده، نظم معنیداری داده تا بتونه کار در دستش رو انجام بده. این حافظه کار مدت خیلی کوتاهی در ذهن نگه داشته میشه. یه شبکه‌هایی درش هستش که میتونن این محرکات که نماینگران محرکات رو در زمانهایی که برای مغز خیلی طولانی هستش، مثلا ده ها ثانیه، میدونی مغز هر نیم ثانیه کار کلش رو عوض میکنه، ولی این حافظه کوتاه مدت به خاطر این شبکه های مجذوب کننده یا اترکتوری که داره اینا رو به طور پژواکی مرتب فعالشون میکنه و در آگاهی نگهشون میداره. این همون ذهن هستش که باهاش سر کار داریم. یعنی حافظه کوتاه مدت همون حافظه کار هست که مجموعه نماینگرانی که هر لحظه ازشون آگاهی داریم و اینها هستش که همون ذهن رو شکل میدن و لازم هست لازمن برای انجام کار روزمره. ولی حافظه های دراز مدت هم داریم، انواع و اقسام دارن، مثلا حافظه تصریحی یا اپیزودیک هست. اینا اتفاقاتی که برامون میفته اینا معمولا تا 3 روز در هیپوکامپ نگه داشته میشه و وقتی که در خواب میریم اینا رو مغز با کمک همین رویاهایی که ایجاد میکنه اینا رو از هیپوکامپ بر میداره و در قشر مغز اینا رو اجزای مختلفشون رو جدا میکنه از هم و در همون جاهایی ثبتشون نگهداریشون میکنه، بایگانیشون میکنه که اول وارد شدن و همینجا نگهشون میداره، اگر لازم بود بعدن به عنوان دستورالعمل استفاده میکنه. این اپیزودیک هست. یه حافظه تلویحی هستش که ایمپلیسیته، چیزایی که بدون اینکه اتفاقی برامون افتاده باشه یا یادمون بیا که کی اینا رو یاد گرفتیم اینا شکل میگیرن. اینا هم میتونه انواع و اقسام داشته باشه، مثلا بعضی هاشون همون واکنش های شرطی هستن که بلافاصله ایجاد میشن و در قشر جلو پیشانی در سطح تحتانیش معمولا شکل میگیرن. مثلا شما اگر یه غذایی رو خورده باشید و بلافاصله بعدش مریض شده باشید این یک واکنش شرطی ایجاد میکنه که بلافاصله شکل میگیره، احتیاجی به هیپوکامپ هم نداره، این در قشر تحتانی مغز جایگیری میکنه. بقیه مثلا سمانتیکا اونا معنی های یا حقایق هستن. مثلا تهران پایتخت ایرانه یک حافظه سمانتیکه. اینا رو هم مغز بستگی داره که شنوایی باشن، بینایی باشن، بویایی باشن، چشایی باشن، بستگی به یا لمسی باشن، در جاهای مختلف اینا رو انبار میکنه و بعدن مورد استفاده قرار میده. به این جهت حافظه انواع و اقسام داره، هر کدومشون هم مکانیسم جداگانه‌ای داره. حتی در خواب هم مثلا اتفاقات اپیزودیک در خواب با امواج آهسته بایگانی میشن، در حالی که اتفاقات سمانتیک یا تلویحی اینا در خواب با رویادار اینا بیشترشون فرایند میشه و به حافظه سپرده میشه. مبحث خیلی بزرگی هستش و هنوزم تمام جزئیاتشون مشخص نیستش ولی بعضیاشون به خوبی شناخته شده.